بسم الله الرحمن الرحیم. اولین جلسه درسی برنامه الستریتور است و برنامه الستریتور هم در چپتر خواندیم که برنامه است که برای طراحی استفاده می شود. اینجا تعریف برای این بار از برنامه است که برای طراحی. اینجا هم سیستم رنگ خواندیم که دو نوع رنگ هست و خاطر از این چپتر باز میکنیم که در ویدیو بیه دو نوع. ما در برنامه الستریتور با دو نوع رنگ سر کار داریم، RGB و سیمایکا. رنگ RGB که از این سه رنگ های رد، گرین، بلو با هم مکس میشن، رنگ ساخته میشه. برای معمولا برای نمایش در کمپیوتر استفاده میشه. و رنگ سیامایکا هم که از رنگ چهار رنگ سیان، مجنتا، یلو، بلک اینا مکس میشه و رنگ های مختلف ساخته میشن، برای چاپ معمولا استفاده میشه. اما در نمایش در کمپیوتر اگر RGB رو بگیریم یا سیامایکا را تفاوت نداره، مگر اینکه سیامایکا را که بگیریم یک کمک سایز فایل ما زیاد میشه، ولی در چاپ باز تفاوت داره. باید در چاپ سیمای کرم بگیریم سیستم رنگ. در اینجا هم کماند نیو گفتیم که از طریق کماند نیو ما یک صفحه جدید خالی آورده میتونیم. از طریق اوپن میتونیم تصاویر را که در کمپیوتر داریم یا فایل الستریتور را کار کردیم، دیزاین را کار کردیم، را باز بکنیم. از طریق داکیومنت کلر مود اون رنگ سیستم رنگ یا نوعیت رنگ فایل ما را چنج بکنیم که سیمای کرم باشه یا RGB باشه. در اینجا از طریق اکسپورت هم میتونیم زمانی که ما یک فایل در برنامه الستریتور سیو از میکنیم و یک اکستنشن را که ما میخوایم در سیو از و سیو نباشه اون فرمت تصویر یا فرمت فایل ما را در اکسپورت میباشه، مثلا مثل JPG. ما اگر یک فایل میخوایم به JPG یا تصویر دیجیتال ثبت بکنیم، سیو از که بریم در اون یک فرمت نیست، باز میایم به اکسپورت و اکسپورت میکنیم تا در کمپیوتر یا موبایل یا هر دیوایس دیگه میتونیم امو دیزاین کردیم به شکل یک تصویر ببینیمش. اینجا هم کماند پین تول. در تول باکس ما اولین کماند را که میخوانیم در باکس ابزار، از جمله ابزار، بعد از اینکه یک صفحه جدید خالی با آوردیم، یک به قلم ضرورت داریم در طراحی یا به پنسل. اون پنسل یا قلم در الستریتور پین تول است که از طریق پین تول ما میدانیم هر شکل را که خواسته باشیم آزادانه ترسیم میکنیم و رسامی بکنیم و جزئیات شاد بعدم در عملی میخوانیم. انکر پوینت تول هم ما میتونیم که از هر نقطه شکلش را تغییر بدیم. اگر یک چارتوری مثلا رسم کردیم، میتونیم یک نقطه قسمتش را گل بسازیم. کرویچر روز بعدی میخوانیم در جلسه دوم. و در اینجا هم سلکشن تول داریم که از سلکشن تول مشکل یا شپر که ترسیم کردیم رسامی کردیم، اون ما میتونیم که چرخش بتیم، انتقال بتیم، خرد و بزرگ بکنیم از اینجا یا انتخابش کنیم. و از طریق دایرکت سلکشن تول هم میتونیم که از یک نقطه شکل را که ما رسامی کردیم از هر نقطهش او را تغییر شکل بدیم. از یک نقطه را کلک میکنیم، اون نقطه را میتونیم انتقال بدیم. اگر شفت هم محکم بگیریم دو نقطه را انتخاب کنیم، تا از دو نقطه میتونیم که انتقال بدیم. گروپ سلکشن تول هم در جلسه دوم میخوانیم و این قسمت ها را هم که قبلا لیست تول هم جلسه بعدی میخوانیم. این قسمت ها را ببینید. در اینجا ما زمانی که یک شپ یا شکل رسم میکنیم یا یک دیزاین میکنیم در برنامه الستریتور، ما میتونیم که استروکش جدا رنگ بدیم، چوکاتش و فلش جدا، که از اینجا میتونیم این شکل را که در تول باکس در قسمت الستریتور میباشه که بعدا میبینیمش، از اینجا رنگ فل است، رنگ داخل، و اینا رنگ استروک است. اگر اینجا دبل کلیک بکنیم کلر باکس باز میشه که رنگ را برای فل یا داخل شپ ما میتونیم انتخاب بکنیم، و این قسمت را که دبل کلیک بکنیم رنگ استروک هست و میتونیم برای استروک یا چوکات رنگ انتخاب بکنیم هر رنگ را که خواسته باشیم. اینا سویچ کلر است که رنگ میتونیم سویچ بکنیم که رنگ فل با استروک بیا و استروک با فل، و این دیفولت کلر رنگ هر رنگی را که انتخاب کرده باشیم در اینجا پس دیفولت میشه. دیفولت کلر در الستریتور رنگ سفید و سیاه است. و اگر فل کلک بکنیم، رنگ فل یا استروک هر کدامش را کلک بکنیم، اینجا میتونیم انتخاب بکنیم که رنگ میخواییم برای فل یا استروک و یا گریدینت میخواییم که گریدینت به شکل چندین رنگی. در کلر فقط ما یک رنگ انتخاب میتونیم برای فل یا سرو، و در گریدینت ما میتونیم دو یا بیشتر از دو رنگ هم با هم داشته باشیم، که باز بعدا گریدینت ما با جزئیات یک جلسه درسی در اونجا داریم. و نان هم میتونیم بگیم که اگر سرو که کلک بکنیم بگیم نان، یعنی سرو رنگش آف شوه نباشه، و یا فل اگر کلک میکنیم رنگ فل آف شوه. و میریم به برنامه الستریتور. برای باز کردن برنامه الستریتور میریم در سارت مینو
و در اینجا نشان میکنیم آی دبل ال، آی دبل ال که نشان میکنیم الستریتور می هر الستریتور هر ورژن که شما انسال کرده باشین اینجا می کلک بکنین و باز میشه. برنامه الستریتور چون فیچرهای بسیار زیاد داره و یک کم وقت میگیره تا برنامه باز شد. برنامه الستریتور باز شد. برنامه الستریتور باز شد و در اینجا هیچ چیز ما نداریم فعلا. اگر میخوایم یک تصویر باز بکنیم از اینجا میتونیم اوپن بکنیم و در مینوی فایل هم اینجا اوپن داریم، میتونیم اوپن بکنیم. و اگر میخوایم یک صفحه جدید خالی بریم، کلیک نیو اینجا کلیک میکنیم یا در مینوی فایل نیو کلیک میکنیم. اینجا این ویندوزی که باز میشه نیو داکومنت، ما یک فایل جدید میخوایم، یک صفحه جدید یا یک کاغذ میخوایم که داشته باشه. کدام سایز در اینجا میتونیم انتخاب کنیم؟ اینجا آپشن های زیادی داره، ما این آپشن ها را روز بعدی میخونیم و فقط امروز میگیم لتر و میگیم که لندسکیپ باشه تا صفحه کامپیوتر مکمل بگیره. و در اینجا هم میگیم کرییت، روز بعدی جزئیات از قسمت ها میخونیم. صفحه جدید خالی را که ما انتخاب کرده بودیم لتر لندسکیپ در اینجا هست. و در اینجا هم ما تول باکس داریم، این باکس ابزار است، این منو بار هست و این قسمت را که شما میبینید ای آی ای لوگوی الستریتور است. زمان که شما فوتوشاپ را باز بکنید در اینجا به رنگ آبی پی اس نوشته است، یعنی الستریتور و فوتوشاپ را که باز بکنید هیچ فایل داخلش باز نباشد تا دقیق نشیم به ابزارش و کسی که زیاد بلد باشه و یا مینوهایش از اول ما نمیفهمیم که الستریتور باز کردیم یا فوتوشاپ. ما از اینجا میتونیم بفهمیم فوتوشاپ است، الستریتور است، این دیزاین است یا هر برنامه دیگه که هستن در اینجا هر کدامشون لوگوش میباشن. و این مینوها هستن، مینوی فایل، ادیت، آبجکت، تایپ، سلکت، افکت، ویو، ویندوز و هر این مینوهایی رو در اینجا داریم. این قسمت هم پلیت ها هستن که در اینجا ما در پلیت ها جزئیات تصویر میتونیم ببینیم و یا آپشن های کمند میتونیم در اینجا در پراپرتیز و یا مثلا لیر این پلیت های دیگه هستن که در اینجا ما کار میکنیم. و این قسمت اخیر هم استیتس بار است که استیتس یا وضعیت برنامه را نشان میده. اینجا باکس ابزار یا تول باکس است، شما میتونید که از اینجا از ابزار استفاده بکنید. این قسمت که کلیک بکنید باکس ابزار به شکل دو خط میشه و اگه اینجا کلیک بکنید پس یک خط میشه. ما به می شکل یک خط میگذاریم و شو پیش میریم. و در اینجا هم در این قسمت ما در اینجا ورک اسپیس داریم. در ورک اسپیس ما در ازنشال کار میکنیم، هر کدام از این ورک اسپیس محیط کار الستریتور تغییر میده. ما ازنشال داریم، هرگاه در ازنشال هم بعضی وقت ببینیم که اینجا چیزهای اضافی است یا کدام قسمت کدام طرف رفته، اینجا ازنشال انتخاب میکنیم و بعد میگیم ریست ازنشالز، پس ریست شا به شکل اولی برگرده. برنامه الستریتور جدید، برنامه های الستریتور که اخیراً هست، البته برنامه های قبلی نه، برنامه های الستریتور 36 و قبلی نه، بلکه برنامه های جدید. برنامه الستریتور کمند هایش یا تول باکسش به دو بخش تقسیم کرده. ببینید زمانی که ما در تول بارز میریم در مینوی ویندوز، میایم به مینوی ویندوز در تول بارز میریم، در اینجا اینجا بیسک داریم و ادوانس. در بیسک اگر بریم ما اونمو کمند های ابتدایی را داریم و هرگاه به ادوانس بریم باز کمند های اضافی در اینجا اضافه میشه. در برنامه های قبلی الستریتور تمامش به شکل ادوانس از اینجا کدام آپشن برای بیسک و ادوانس نداریم. در اینجا به خاطر از این به شکل شده که معمولا کورس های الستریتور و فوتوشاپ فعلا به طوری است که فوتوشاپ بیسک و فوتوشاپ ادوانس یا الستریتور بیسک و الستریتور ادوانس. در بخش بیسک ما کمند های و کارکرد کمند ها با یک مثال مثال دیزاین کار میکنیم که اونمو کمند او استفاده شده باشه. و در بخش ادوانس که ما با کمند های دیگه ابزار دیگه هم داریم، در اونجا ما او ابزار هم کار میکنیم و پروژه هم کار میشه، چون ما دیگه با ابزار بیسک و ابتدایی
بلدیت داریم. پس ما اول اینجا قسمت بیسک هم میخوریم در سمستر، سمستر بعدی ما باز میریم به بخش ادوانس. ببینید فعلا بیسک هست، زمانی که ما در اینجا هم میایم در این قسمت شما ببینید در اینجا ما تا لاین تول این قسمت رو داریم. اگر ما در پنتول هم میایم پنتول است و انکر پنتول است به شکل آپشن های دیگه. دوباره میایم در تول بارس و میگیم که ادوانس. این زمانی که ادوانس شد اینجا اتومات دو خط شد، اگر یک خط هم میگیریم ببینیم تا آخر آمد در اینجا و اینجا. اگر ما میایم پس به کماند پنتول، ببینید کماند پنتول هم چهار دانه شد، کماند پنتول ما دو دانه داشتیم و در اینجا هم که ما میایم در این قسمت ببینیم لاین تول جدا شد، گرچه لاین تول در آخر بوده و ببینیم فلیر تول اضافه شد در اینجا و بخش لاین تول هم اگر بریم اینجا اضافی شده در این قسمت های دیگه. اگر دوباره پس بریم میگیم که ما میخوایم فعلا بیسک کار بکنیم، بیسک لاین تول بریم، لاین تول با اینا یک جا شده و جدا نیست و با پین تول بریم پین تول دو دانه است و این شکل آپشن های کماند های دیگه. کماند های ابتدایی در اینجا هست که ما در سمستر اول بیسک میخوانیم و شروع میکنیم از قسمت پین تول. میایم به کماند پین تول. کماند پین تول به مسابقه پنسل یا قلمی که در طراحی فیزیکی هست که ما شما با دست کار میکنید. اینجا پنتول ما میگیریم و یک کلک میکنیم. اینجا کلک بعدی رو در هر جایی که ما کلک میکنیم میگیم در این قسمت ما یک کلک میکنیم. کلک بعدی ما اینجا میکنیم، کلک بعدی رو این قسمت میکنیم و بالاخره شکل وصل کردیم، یک شکل شد. داخل شکل رنگش سفید هست، میگیم دبل کلک. این رنگ فیل کلک کردیم و میگیم که رنگش باشه سر. اوکی میکنیم، رنگ سر شد و چوکاتش هم رنگ سیاه هست. اگر میخواین رنگ چوکات تغییر بدیم دبل کلک بکنید اینجا و میگیم که رنگ استروک ما باشه سبز و رنگ استروک ما سبز شد. چون استروک ما سایزش کم هست معلوم نمیشه. در این قسمت میبینید استروک شما میبینید از اینجا زیاد کرد میکنیم، مثلا خاطر زیاد فعلا میکنیم که با سواچ کلر ببینید این قسمت این استروک است، اینجا هم سایزش است. اینجا را کلک بکنیم میگیم چقدر زیاد شد و یا از اینجا میگیم به شکل زیاد بشه. این سواچ کلر است، سواچ کلر ببینید سواچ میکنه رنگ رنگ فل با استروک میره، استروک با فل. و اگر بگویم دیفولت کلر، پس دیفولت میشه رنگ داخل سفید و رنگ استروک باشه. اندو میکنیم کنترل زد، کنترل زد میگم رنگ ما پس میخوایم باشه. اینجا هم اگر فلک کلیک کنین یا استروک کلیک کنین ببینیم ما فلک فلان سر. اگر ببینین فلک استروک کلیک بکنین استروک پیش رو میاد و اگر فلک کلیک میکنین فل پیش رو میاد. ببینید که فلان مو انتخاب است. فلان فلک کلیک کردیم اینجا یک رنگ باشه یا گریدینت باشه. گریدینت ما وجود با جزئیات میخوانیم که بتونیم ببینیم. مثلا در اینجا ما دبل کلیک میکنیم میگیم این رنگ، اینجا ما دبل کلیک میکنیم میگیم این رنگ و اینجا میگیم که این رنگ. ببینید چند رنگی شد، سه رنگ، میتونیم چهار رنگ، پنج رنگ، هر رنگ چند رنگ که بازی را با شما یک جلسه درسی را گریدینت ما شما میخوانیم. اینجا اینجا بعدا دوباره اینجا کلک میکنیم فل. اگر این قسمت نه نکلک کردیم رنگ داخل آف باشه، یعنی نباشه هیچ رنگ. اگر ببینید آل ما این قسمت سلکشن تول میگیریم، سلکشن تول میگیریم ایره ما انتقال میتیم اینجا ببینید رنگ داخل هیچ نیست. اگر این دیفولت کلر بس دوباره کلک میکنیم رنگ دیفولت کلر داخل رنگ داره سفید است، چون صفحه هم اینجا سفید است اینجا معلوم نمیشه. ولی اگر اینجا ما میگیم آف این رنگ داخل آف است هیچ نیست. یا رنگ سروک اگر مثلا میگیم آف میگیم رنگ چی باشه، ولی سروک میگیم آف باشه نن باشه رنگ سروک. آل دیگه ما هیچ سروکی نداریم. اینجا اگر ما یک کلک بکنیم دیزاین ما تو معلوم نمیشه، چون خود دیزاین هم سفید است فلش و بگراند هم سفید است و سروک هم نداره با رنگ دیگه و خاطر معلوم نشه. ولی اینجا که میایم پس انتخاب میکنیم اینجا هم شکلی که کار کردیم هست و اینجا را کلوس میکنیم، میام ایرام دلیت میکنیم، میام دوباره به کماند پنتول. پنتول را گفتیم یک کلک اینجا میگذاریم، کلک بعدی این قسمت. اگر شفت محکم بگیریم خط کاملا مستقیم رسم میشه. ببینیم من اینجا در پایین کلک میکنیم ولی نقطه در کجا گذاشته میشه؟ در بالا، چون ما شفت محکم گرفتیم. شفت که شما محکم بگیریم پس یک اندو میکنیم. ببینیم شفت که محکم بگیریم مستقیم افقی میتونیم که خط مستقیم رسم بکنیم یا 45 درجه و یا هم عمودی.
به شکل شما میتونید ببینید در ای بین نمیتونید، ولی شفت که رها بکنید ببینید در هر جایی که خواسته باشین میتونید به هر اندازه درجه که خواسته باشین خط رسم کنید. شفت ما کم میگیریم ببینید دوباره پس در اونجا میره، اگرچه ما در اینجا کلک میکنیم ولی نقطه در اونجا شد چون شفت ما کم گرفتیم خط مستقیم میشه. خب ببینید اینجا میگیم شفت ما کم میگیریم به این شکل، یک نقطه، یک نقطه اینجا میگذاریم، دو نقطه گذاشتین. حالا ببینید در اینجا که میام یک خط سرخ رنگ در اونجا برای ما نشان میده، میگه فعلا جایی که نقطه میگذاریم با نقطه اولی شما مستقیم هستین اینجا. اگر این طرف بگذاریم نیستیم، اگر این طرف بگذاریم ببینید اینجا با اون نقطه روبه با اینجا مستقیم هستین، یک کمک پایین بگذاریم این قدر رهنما نیست. اگر شما در مینوی ویو برین و اینی سمارت گاید خیر فعال کنیم بازی نمی خط رهنما دیگه نشان ای باید باشه، خوبتر هست، ما میخوایم باشه. پس میریم میگیم سمارت گاید فعال باشه، کنترلی و شارکت شد. حالا بر ما نشان میدیم مثلا ما میگیم اینجا اینجا، پس میگیم اینجا خط مستقیم شد، کلیک و کلیک، این خط هم مستقیم است بدون از اینکه شفته گرفتیم و اینجا هم مستقیم است. هر شکلی که کار میکنیم با نقطه آخر و با نقطه ها در اینجا خط رهنما بر ما نشان میده که شما در اینجا کلک میکنیم با کدام نقطه مستقیم هستین، با نقطه قبلی که کار کردین و نقطه بعدی که اول گذاشتین. اینجا این خط رهنما خوبتر هست، خوب است که باشه. پس این رنگ داخل میگیم که دبل کلیک و یک رنگ میتیمش میگیم این رنگ باشه. خب اینجا ما آمدیم یک شکل کار کردیم، شکل چارچوب ای. ببینید در اینجا در پین تول زمانی که ما یک شکل کار میکنیم اینجا شکل چارچوب ای کار کردیم، بعدا اگر روی نقطه بیان ببینیم فعلا ما پین تول اگه کلک میکنیم یک شکل گام کار میکنیم، بعدا با سر کار میکنیم. ببینیم اینجا یک کلک میکنم، کلک بعدی اینجا میگذارم و اینجا هم میگذارم و اینجا میگذارم، یک نقطه اینجا، اینجا و این قسمت و بالاخره وصل کنیم. ببینیم شکل یک شکل کار کردیم. حال زمانی که ما پینتول فعلا کلک کردیم، فعلا پینتول است، ببینید کرسر ما دخ پایینش یک شکل ستاره داره، به این معنی که شما میتونید کلک بکنین و رسامی بکنین پینتول است. هر گاه روی نقطه میایم اونموش ستاره منفی میشه، یعنی به این معنی که روی نقطه اگر کلک میکنین نقطه را پینتول دلیت میکنه، اینجا میگیم این رو هم دلیت کن. و اگر روی چوکات میایم مثبت می شما اینجا میتونید یک نقطه اضافه بکنید، اینجا یک نقطه اضافه میکنیم، اینجا یک نقطه اضافه میکنیم که بعدا با کماند دایرکت سلکشن تول که ما شما خواندیم گفتیم سلکشن تول، این کماند سلکشن تول ما شکل میتونیم که انتقال بتیم از اینجا یکمک دورتر که ببینید چرخش بتیمش و یا خرد و بزرگ بکنیمش، به شکل میتونیم که خرد و بزرگ بکنیم. ببینید سکل خورده بزرگ میگه اگر شفت مکم بگیریم باز عرض طولش یکسان خورده بزرگ میشه، اگر شفت مکم نگیریم میتونیم به هر شکل که خواسته باشیم خورده بزرگ بکنیم، پس اندو میکنیم. اما دایرکت سلکشن تول گفتیم از نقطه های شکل تغییر میده، اینجا این نقطه. حالا از اینجا که ما نقطه ای اضافه کردیم ببینید اینجا پن تول ما میایم در چوکات میتونیم که هر قرار نقطه ای که خواسته باشیم ببینیم بدیم، چون مثبت اینجا که ما شکل که مثبت شد یعنی نقطه میتونیم بگذاریم، میگیم اینجا و اینجا این تو یک نقطه دو نقطه میگذاریم. دایرکت سلکشن تول گرفته این نقطه را میگیریم، شفت محکم گرفته میگیم نقطه دوم را میگیریم، میگیم این قسمت این تو کش اینجا نقطه ها، چون ما نقطه ها را اضافه کردیم پن تول که میگیریم روی نقطه بیم، پس نقطه را دلیت میکنم، میگم این نقطه را اضافه از دلیتش کو، این را دلیت کو، این را دلیت دلیت. ببینید ما نقطه ها را دیگه از اینجا میتونیم روی هر نقطه که کلک بکنیم، روی نقطه اونجا کلک نکردیم و میگم این شکل باید انتخاب باشه، انتخاب میکنیم شکل من و کماند پن تول و میگم این نقطه رو دلیت کو و این رو دلیت کو و این رو. ببینیم یک مثلث باقی موند، اگر یک مثلث یک نقطه دیگه شام دلیت بکنیم چی میشه؟ بین دو نقطه خط مستقیم، یک خط از نقطه با اون نقطه. حالا اگر میخوایم که خط ما که میخوایم رسامی بکنیم خط مستقیم نمیخوایم، خط منحنی یا میخوایم گل بکنیم، نقطه اول گذاشتم نقطه دوم میگیم چپ کلک محکم گرفته کش میکنیم. ببین هر قدر که من این طرف کش میکنم اون طرف بالا گل میشه. رنگ زمانی که ما همیشه کار میکنیم با پین تول باید رنگ داخل آف بکنیم، به خاطر که باز داخل پر می باشه و به شکل که تا جای کار میکنیم جا پر نشانه تا ما خوبتر خط دیده نمیتونیم قطع کنیم. ببین ای از کجا کار شد؟ از این نقطه تا این نقطه، اینجا یه خط رهنمایی داریم، این خط رهنمایی است که اونجا گل شده، اون خطی است که خط کنترله که بعدا ما میتونیم کنترل بکنیم گل بودن اینجا رو نشان میده و این یه خط دیگه ای طرف هم داریم.
این خط به یه معنی است که شما اگر نقطه بعدی هر جا میگذارین اونجا متمات خودش گل میشه به مو اندازه. ببینین اینجا که ما کلک میکنیم، اگرچه ما چپ کلک محکم گرفته کش نکردیم بلکه گل میشه، ما میگیم خب نقطه بعدی رو ما خودم میخوایم بند هر قدر که خواسته باشیم گل بکنم، پس چی میکنیم؟ اینجا در این نقطه یک کلک میکنم، خط رهنمایی یا خط کنترل بعدی آف شد. حالا ما میتونیم بگیم که چپ کلک محکم گرفته، اینقدر کش میکنم اینقدر گل باشه، و این بعدیش هم میگیم که به این شکل خیر باشه یا میخوایم نمیخوایم که باشه. اینجا کلک میکنیم و اینجا هم به این شکل و این قسمت هم چپ کلک هم محکم گرفته، میگیم که اینجا هم این شکل میسازیم و این قسمت هم میگیم به این شکل. ببین اینجا با خط اول هم را مستقیم شدیم و این به شکل محکم. حال میگیم خب این شکل بیرق کار کردیم، ولی بیرق کمک به شکل عرضش کم است. این دو نقطه را انتخاب میکنیم و این نقطه رو میگیم، این دو نقطه میگیم بیا این شکل یک کمه هم که سایدش دیاد شد، این نقطه دیاد شد. اینجا یک مشکل داره، کلک میکنیم میگیم این ایرجا رو جور بکنیم، این خط کنترل رو گفته بودیم. اینجا هم یک مشکل داره، میگیم این نقطه رو کلک میکنیم، گل بودن از ایره این تو تنظیم میکنیم. بعدا هر نقطه رو کلک میکنیم اون خط میشه که هستن خط کنترلی که بعدا ما شکل رو میتونیم کنترل بکنیم. اینجا بودیم به شکل میتونیم که هر قسمت را خواسته باشیم کنترل بکنیم. اینجایی که خط کنترل ای طرف و او طرف هست، اینجا را که ما کلک میکنیم هر دو طرف از اینجا تنظیم میشه. انزوم میکنیم ببینیم این طرف کار میکنیم به این شکل هر دو طرف گل بودنش تنظیم میشه. اگر میگین جدا جدا باشن، قبل از اینکه کلک بکنین آلت محکم بگیرین، بگوین که این را ما میخوایم جدا جو تنظیم بکنیم و این را میخوایم که جدا تنظیم بکنیم. ببینیم انجینری باشه این شکل که اون تغییر دادیم. حالا من میگم رنگ فل ای را سواب میکنیم به فل و این تو یک شکل کار کردیم. اجازه است میرین اگر ما بیاییم پنتول بگیریم و یک نقطه ایجا بگذاریم، شفت محکم میگیریم خط مستقیم، ولی شفت محکم میگیریم در 45 درجه که خط مستقیم میشه، بعدا هم چپ کلک محکم گرفته اینجا را میتونیم گل بکنیم در اون خط 45 درجه و اینجا را به این شکل گل میکنیم، خط ایر سوایپ میکنیم که در همه چپ خاطره چی داشته باشه. اینجا میگیم که اینجا یک کلک میکنیم، بعدا شفت محکم گرفته و خط مستقیم و بدن میایم در اینجا اون شکل سر رو باز بدن جور میکنیم. اینجا هم به این شکل کار میکنیم و بدن دوباره میایم اینجا. ببین خط رهنما برامون نشون میده که با خط های مستقیم هستیم. این طرف میایم و بدن اینجا میایم و بدن هم اینجا و این طور یک شکل کار. حالا بعدا این شکل را میتونیم از طریق دایرکت سلکشن تول این قسمت ها را تنظیم میکنیم. ببینیم که این قسمت یک کم خورده است، این را چپ کرک هم اکم گرفته. ببین یک چیزی که در اینجا مهم است ای است که اندو میکنم پس کنترل اینجا. یک چیزی که مهم است، حالا اگر ما میخوایم که این دو قسمت این قسمت این سایز کلان بکنیم، اگر یک طرف سایز کلان بکنیم یک طرف زیاد کلان میشه یک طرفش نه. پس اینجا چی میکنیم؟ یک کلک اینجا میکنیم با اروکی چهار کلیدی که در کیبورد است با او انتقال میدیم و حساب میگیریم. مثلا اگر ما میخوایم ده این طرف بریم، ده باید او را اون طرف ببریم که یکسان شود. میگیم یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده و اینجا را هم یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده. حالا بعدا این قسمت دیگه کنیم یک نقطه میتونیم به اندازه که دید خوب داشته باشه مثلا به این شکل و بعدا این قسمت محکم گرفته میگیم که اینجا را این طرف میاریم و این طرف هم تنظیم میکنیم میگیم اینجا را به این شکل. بعدا میتونیم که ما همون شکل را که کار کردیم جور بکنیم. میگیم رنگ سواب میکنیم، رنگ هم تغییر میدیم که با اونا متفاوت باشم. میگیم رنگ باشه و هر قسمت را که خواسته باشین بعدا با کماند دایرکت سلکشن تو تغییر میاریم. یک چیز دیگه هم کار میکنیم و بعدا با شما تمرین میکنیم. اینجا ما یک سکیچ داریم که در روی کاغذ
حروف ای بی سی با پنسل کار شدم. میخوایم که رو در الستریتور بیاریم. این الستریتور رسامی را که شما در الستریتور میکنین، طراحی را که کار میکنین، خوبی الستریتور ای است که شما شکلی که کار میشه اون پکسل بیس نیست، وکتور بیس است. پکسل بیس به معنی تصویر را که شما در فتوشاپ میارین، اگر زیاد دور کلان بکنین به اندازه پکسل پکسلش باشه خوب، اگر زو زیادتر کلان شد خیره میشه، خراب میشه، چون پکسل ها دیگه دور میشه از هم. ولی چون برنامه الستریتور شکل هایی را که در اینجا ما در خود برنامه الستریتور کار میکنه، اینا وکتور بیس هستن. وکتور ها در خود الستریتور جنریت میشه. حالا یک شکل را که کار میکنیم، فرض بکنین این آر را یا اس یا تی را که اینجا کار کردیم، این اگر ما یک سانتی در یک سانتی کار کردیم، بعدا ده متر سایز را کلان کنیم، پکسل ها جنریت، وکتور ها جنریت میشه، هیچ کیفیت خراب نمیشه. با همون خاطر است که ما اکثرا لوگو و بعضی شکل هایی را که ما با سایت خرد و کلان کار داریم در برنامه الستریتور کار میکنیم و در برنامه الستریتور میخواهیم که او باشه. از کیچ کار بکنیم، اوپن میکنیم، اما تصویر ما در کجا هست میگم در اینجا روی دسکتاپ ما داریم، اوپن میکنیم، اون تصویر در اینجا باز شد. تصویر میاریم در اینجا تنظیم میکنیم که در کجای صفحه باشه، در هر جایی که شما میخواین تنظیم بکنیم، میگیم اینجا به این شکل این قسمت باشه. حالا اگر میخواین که روی از این تصویر بکار بکنیم، این تصویر باید لاک بکنیم، قفل بکنیم تا به شکل بک‌گراند شود که دیگه انتقال نیابه. میام در اینجا، اینجا لاک داریم، لاک بکنیم چی را میگیم؟ سلکشن ها چیز را که ما انتخاب کنیم، لاک سلکشن. حالا که لاک شد بینین، حالا ما انتقال داده نمیتونیم، مثل از این شد که ما کاغذ ما به اون شکل هست، بگرام شد. حالا میتونیم هر کلمه ای را، هر حرفی را که در اینجا شما میخواییم کار بکنیم. مثلا ما میگیم این میکمند آر کار میکنیم، حرف آر کار میکنیم، درست است؟ حالا تا محکم گرفته با ویل ماوس زوم میکنیم و اسپیس ها که محکم بگیریم، میتونیم که به هر طرف سفر را ببریم. میگیم به این شکل این قسمت را اینجا میاریم، بعد میگیم پنتوله میگیریم، پنتوله که گرفتیم این قسمت یک نقطه میگذاریم، نقطه بعدی ما را آل شفت محکم به خاطر میگیریم که کاملا مستقیم باشه. اینجا هم شفت محکم میگیریم تا این قسمت ها را و بعدا خب رنگ داخل هم میگیم که آف باشه است. اینجا میگیم که دیفولت کلر و رنگ داخل هم آف و اینجا را هم به این شکل میگیم که تا این قسمت باشه به شکل اینجا و این قسمت هم میگیم اینجینی تا اینجا. اونجا بینید که ما مشکل پیدا کرد، میگیم که این نقطه را کلک میکنیم که اینجا را ما خودم تنظیم میکنم اون قسمت هم. و شفت محکم گرفته ای رو یک کردیم. حالا یک سواب میکنیم، داخل رنگ پر میکنیم، جاهایی که مشکل داره اون جاها را با دایرکت سلکشن تول میتونیم که زوم این بکنیم، دیگر هم دیگر هم زوم شوه. این قسمت ها میتونیم که از اون کماند، از این کماند دایرکت سلکشن تول، از اینجا اینی گل بودنش را جور بکنیم و اینی نقطه را میتونیم که از طریق پین تول هم، اگر ما این کمانده انکر پایین طوله بگیریم، از اینجا هم میتونیم که بریم به این شکل بریم به این شکل تنظیمش بکنیم. این حال که این شکل ای را تنظیم کردیم، پس دایرکت سلکشن طوله میگیریم، چون در این نقطه دیگه خط کنترل اضافه کرد. حالا میتونیم که ای را کنترل بکنیم، میگیم که آل تمکن میگیریم این قسمت ها. این قسمت این گل بودن ها. اونجا که مشکل داشت اون مشکل فعلا ببینین نیست. به این شکل هر قسمتش که اگر مشکل داشت به این شکل کار میکنیم. و یک چیز دیگه که ما در شکل کار میکنیم، ببینین این شکل این قسمت است، این یک کمک دیتر از زیادتر هست. ما در اینجا میایم به مینوی ویو، میگیم رولر خطکش نشان بده بر ما، بیار رولر نشان بده. از این خطکش چپ کلک محکم گرفته یک خط راهنما میاریم به اینجا، ببین اون قدر اون طرف اضافی هست، کدام قسمتش که ضرورت هست که ما خط رهنما بیاریم. به این شکل از اینجا خطهای رهنما آورده میتونیم و به این شکل از طرف بالا هم خطهای رهنما آورده میتونیم. ما شکل را که کار میکنیم، ببینیم یک کرسی عمومی هفت، بله اینجا ببینیم مثلا ما به این شکل کار میکنیم. بعدا داخل این خط ما این قسمت ها را تنظیم میکنیم. مثلا میگیم که خط در اینجا هم میمونیم،
میرین حال این نقطه ها را دایرکت سلکشن طول ما کم گرفته، اینه میگیم پایین میاریم که این در اینجا باشه. این نقطه را میبینین، خب این چی هست؟ این قسمت. اگر ما میخوایم که این به او اندازه شود، پس این نقطه را باید به اینجا وصل بکنیم. میبینین در اینجا میاریم، این به اینجا وصل میکنیم. اگر با اروکی که ما یک نقطه را در اینجا میاریم با او درست نشد، با زومن میکنیم، زیاد که زومن بکنیم با خود ما با کلک میتونیم دقیقا در اونجا بگذاریم و این را میگیریم، میگیم که یک کمک بالا بره و این درست شد. این دو نقطه را، هر دو نقطه را انتخاب میکنیم، میرم کلک و شفت مکم گرفته ایران و این میگیم که پس بیا که به اندازه از او شوه و قسمت یک قسمت دیگر هم اینجا میگذاریم. این خط اینجاست و این نقطه هم باید یک کمک پایین بیا. ببین به شکل ما خط های رهنما را آوردیم، آل کنج ها و همه قسمت ها دقیق شد. اگر کیچ هم کدام مشکل داشته باشه، فعلا در ایلستریتوری که ما به شکل کار کردیم داخل خط های رهنما مشکل ندارم. و اینجا میایم، اگر میخوایم که خط های رهنما را آف بکنیم، خط های رهنما فقط بر رهنمایی است. اگر ثبت هم بکنیم ثبت نمیشه در تصویر دیجیتال، و اگر چاپ هم بکنیم چاپ نمیشه. دمینوی اینجا دمینو میریم و در اینجا ما میریم میگیم در قسمت گایدز، اینجا گایدز و میگیم هاید گایز، خط های رهنما را نشان نده. حالا این آر را که رسامی کردیم از روی اسکیچ، این فعلا اگر هر چند عرض طولش هست، هر قدر که سایزش را زیاد بکنیم وکتورها جنریت میشه، هیچ مشکلی نداره. و اگر لوگو رو هم کار میکنیم بمیشه. به شکل از طریق پینتول ما میتونیم از روی اسکیچ کار بکنیم، چیزی که در ذهن ما میگرده کار بکنیم، یا شکل که خواسته باشیم کار میکنیم. ای بود درس امروز، تا جلسه بعدی خدا نگهدار.